سلام بچه ها. علیک سلام به بچه های خوبم. خوب هستین؟ بله. بفرمین بشینین. صبحتان بخیر. خوب هستین همگی؟ با هوای سرد؟ خب بچه ها امروز مفهوم درس من یکم متفاوته. خب نسبت به دیگه امروز بس ما اول چی رو شروع میکردیم؟ به نام خدا جل و جلاله. بچه تاریخ ببینین، من تاریخ امروز یه قسم دیگه براتون مینویسم. باز ازتون میپرسم که چرا من این رقمی نوشتم؟ امروز تاریخ چندمه بچه؟ دومه هوته، نه؟ آفرین، دومه هوته است. شعر مثلا یک نمونه براتون آورده شده در مورد چی است بچه؟ زبان مادری هست. آفرین. خب بچه ببینین امروز نسبت به تصاویر و اینا فهمیدیم، پس درس امروز درس چیه؟ آفرین. زبان مادری. آفرین. زبان مادری. استاد چرا این روز اینقدر مهمه و روز بنام روز جهانی زبان مادری نامگذاری کردن؟ خب بچه مثل داستانوار یک چیزی داره، خب مثل یک تاریخچه داره که در زمان گذشته ها در سال 1959 میلادی در زمانی بوده که بنگلادش تحت تسلط پاکستان بوده و پاکستان هم به همون قسمت که بنگلادش مثلا تحت تسلط پاکستان بوده به نام پاکستان شرقی یاد می شده. مردم اونجا چون که بنگالی بودن و از دولتشان خواستن که زبان بنگالی را به حیث زبان دوم به رسمیت بشناسه، و همین خاطر اینا چی کردن؟ تظاهرات کردن، تحسن کردن، زیاد مثلا واکنشانشان دادن، و همین خاطر ولی دولت با اینا استقبال نمیکنه گپشانه و اینا رو چی میکنه؟ برخورد میکنه. چند نفری هم کشته میتن برای دهی زمان تا زمانی که اینا استقلالشانه چی میکنن؟ به دست میگیرن. یعنی کشور بنگال کلن استقلالش از پاکستان میگیره. این زمان که وقتی استقلالشون میگیرن دوباره یک درخواستی میتن به دفتر یونسکو. اینجا در دفتر یونسکو وقتی درخواستی میتن به خاطر که زبان بنگالی را به رسمیت بشناسه، و اینجا هست که دفتر یونسکو در سال 1999 خب که 21 فوریه که مطابق با دوم هوت ماه هوت ما میشه، اینا چی میکنن؟ زبان بنگالی به رسمیت میشناسن و کل زبانها را چی میکنن؟ این روز برای روز جهانی زبان مادری نامگذاری میکنن. بچه حالا یه فیلمی را آماده ساختیم براتون، یه برنامه هست که این را ببینین با زبان مادری من، یعنی روز جهانی زبان مادری براتون یک فیلم در نظر گرفته شده، او را یک ببینین. روز جهانی زبان مادری تبریک باشد. روز جهانی با زبان مادری به کل مردم افغانستان تبریک باشد. آنه تلمده جهانی روزی کنه مبارک باشد. روز جهانی به مرانه جب مبارک باشد. آنه تلمده جهانی کنه مبارک باشد ایتنان. روز جهانی زبان مادری به همه مبارک باشد. I congratulate the International Mother Languages for all your viewers and especially for African communities. زبان مادری و ریشه های ما در سرزمین مادریبان از اهمیت بسزایی برخوردار است. زبان مادری نقش مهمی در رشد هویت شخصی و فرهنگی افراد دارد. کودکانی که پایه و اساس محکمی به زبان اول خود دارند، غالباً درک عمیق‌تری از خود و جایگاه خود در جامعه نشان می‌دهند. این تأثیر به همه جنبه‌های زندگی آنها از جمله پیشرفت تحصیلی سرازیر می‌شود. زبان مادری که از طفولیت ما استفاده کردیم، لهجه ایرانی لهجه است که ما یاد گرفت زبان مادری است. از خردتری تا که بزرگ هستیم باید هیچ وقت از زبان مادری
هیچ وقت آدم دریغ نکنه با زبانهای دیگر استفاده کنه در جایش، مقصد با در جایش زبان مادری دیگه چیز است. یک شعر است که شاعر میگه هر که او باز ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. زبان مادری زبانی است، زبان فرهنگ، زبان کهن، زبان به اصطلاح مادری زبانی را میگه که از بدن مادر تولد میشی و مادر است که در کنار تا که کلان میشی، بزرگ میشی، تحصیل میکنی، مکتب میخوانی. نوم زبان مادری است که با اون زبان ما رشد میکنیم، ارتقا میکنیم، اکشاف میکنیم، تحصیل میکنیم. زبان مادری زبانی است که قابل احترام است، باید احترام شود. یکی از چیزهایی که زبان مادری را مهم جلوه میدهد و باعث اهمیت بیشتری این گزینه میشود این که ما باید به زبان مادری خود اهمیت بدیم. یعنی ما وقتی که هیچ چیزی رو یاد نداشتیم، مادرها با او اخلاص و ارادت ما را با واژه های گوناگون آشنا کردن. یعنی در وقتی که مادرها ما را با این واژه آشنا کردن، ما هیچ چیزی رو بلد نبودیم. به این خاطر به پاس این زحمات و ارزش هایی که ما از اون زمان آموختیم، باید به این تا هر قدر که هستیم یعنی اهمیت بدیم و از این پروسه حمایت بکنیم و تا این گویش هایی که مادرها با ما آموختن به باد فراموشی نرسه. زبان مادری همان زبانی است که ما از زمان تولد به آن فکر میکنیم و به واسطه‌اش سخن میگوییم. حفظ و حراست از زبان مادری به حفظ تنوع زبانی و فرهنگی کمک میکند و از این گنجینه انسانی و تاریخی مراقبت میکند. همچنین موسیقی، فولکلور و افسانه ها نیز نقش مهمی در حفظ زبان مادری دارند. از این رو پاسداری از زبان مادری از اهمیت والایی برخوردار است. باید احترام به زبان داشته باشیم، ولی معیار تقوا هسته که هر کسی که تقوا داشته باشد در نزد خدای متعال او منزلت داره، قرب داره. دیگر این اکرمکم عند الله اتقاکم، هر نفری که تقوا داشته باشد در نزد خداوند. ولی زبان که اهمیت میدیم به خاطر زبان مادری هست، از خردی، از طفلیت این دیگه در ذهن ما هست. با زبان هر قوم هر چی هم احترام داریم، دیگه احترام باید داشته باشیم. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم میفرماید یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی هدف از این آیه است که خداوند متعال در قرآن عظیم شأن می فرماید که ما انسان ها را گروه گروه قبیله خلق کردیم. هدف از خلقتی است که نه یک دیگه خدا بشناسد. پس در آیه در اخیر آیه میم خداوند متعال می فرماید این اکرمکم عند الله اتقاکم. پس برای ما کسایی مهم است که اونا تقوا داره. این تاجیک، پشتون، ازبک یا هم کسی که زبان مادریش انگلیسی است یا هر قومی که است، قوم، قبیله، زبان و خداوند قطعا مهم نیست. چیزی که بسیار مهم است او تقوا است. انسان اگر برتری داره بالای با انسان دیگه، بر انسان دیگه، اگر یک انسان بر انسان دیگه برتری داره او تقوا است. البته بغیر از تقوا دیگه هیچ انسان بر انسان دیگه برتری نداره. این اکرمکم عند الله اتقاکم به این معنی که برای ما کسی مهم است خداوند متعال میگه او تقوا داشته باشه. کسی برای ما بالاخره برتر است که او تقوا داره. قرآن به عربی نازل شده، تمام الفاظ قرآن، تمام خطهای قرآن، آیه های قرآن به زبان عربی است. ولی چیزی که به خداوند بسیار مهم است میگن این اکرمکم عند الله اتقاکم، این برای ما کسی مهم است که او تقوا داره. عرب، پشتون، تاجیک، ازبک، هیچ زبان، هیچ ملت بر یک دیگه برتری نداره. چیزی که به خداوند مهم است تقوا است. این اکرمکم عند الله اتقاکم. داشته ها و گویش های زبان مادری هم جزی از فرهنگ های با ارزش ماست. یعنی ما از این باید، یکی از برنامه هایی که ایره میتونه کمی در حفظ و نگهداری این برنامه اهمیت خاصی داشته باشه همین روز جهانی زبان مادری است. تشکر میکنیم از رسانه هایی که تا امروز از این
پروسه و از این گزینه حمایت میکنن و روزی را هم اختصاص دادن به روز جهانی زبان مادری. ببین ما در جهان زبان‌های زیاد داشتیم که فعلا استفاده نمیشن، منسوخ شدن. دلیلش چی است؟ دلیلش چی است که او زبان‌ها استفاده نشده و متکلمینی او زبان متاسفانه با او زبان صحبت نکرده، به خاطر غنیمت‌سازی او زبان کار نکردن، دلایلی که او زبان‌ها از بین رفته. از همی جهت یکی از مکلفیت‌های مهم متکلمین یک لسان یک زبانی است که باید به خاطر غنیمت‌سازی و به خاطر ترقی و به خاطر رشد او زبان کار بکنن. کار نداریم به هر زبان باشه، پشتو باشه، دری باشه، انگلیسی باشه، اردو باشه، به هر زبانی باشه، یعنی اونها هم، یعنی اردو هم مادرها به اونها یاد داده، انگلیسی هم به اونها مادرها انگلیسی یاد داده، دری همچنان، عربی همچنان، اینا همچنان مادرایی بوده که به اونها گویش های زیبا و قشنگ مادران و اخلاصمندانه را به این زبان ها یاد داده. پس ما هم بعد که به زبان دری هم صحبت میکنیم بعد به گویش های زبان های مختلف هم احترام داشته باشیم، چون اونا هم یادگاری از مادران با اخلاص و ارادتمندی است که نوزادار به او عادت دادن. هر کس به زبان مادری خود واقعا ارزش قائل میشه و زبان مادری خود دوست داره. یعنی این مسئولیت هر کدام ماست، باید به کسایی که مثلا زبان مادری شان است، اگر یک برادر ما دری گپ میزنه باید به او ما احترام قائل باشیم، به زبان مادریش، به زبانش احترام قائل باشیم. ما اگر یک کسی پشتو گپ میزنه باید ما به او همچنان احترام قائل باشیم. یعنی باید ارزش بدیم. این مسئولیت هر انسان است، مسئولیت مکلفیت هر کدام ماست که سوی که زبان مادریشان است، هر زبانی که است ما باید به اونا احترام قائل باشیم، نباید نارا مورد تمسخر قرار بدیم. یعنی وقتی یک کسی رو ما احترام میکنیم که با پشتو گپ میزنه یا با دری گپ میزنه، به این معنی که ما به زبان او ارزش قائل میشیم. خب بچه ها، مفهوم موضوع درسمون تمام شد تقریبا. خب حالا که بچه ها نظریه های شما را باید بدارم، کی از این موضوع درس الان چیزایی را آموخته، چی یاد گرفتین، کی میتونه برای ما بگویه؟ مثلا چند جمله بگو عزیزم. ما فهمیدیم که باید با زبان دیگر را احترام بذاریم و با زبان خود استاد چی نکنیم که ما زبانم از زبان دیگر را بهتر است. استاد ما از این درس فهمیدیم که استاد ما باید زبان مادری خود را حفظ کنیم. استاد ما فهمیدیم که زبان مایه برتری نیست، تنها ایمان مایه برتری است. بله، ایمان و تقوا مایه برتری نزد خداوند است. استاد ما از درس یاد گرفتیم استاد باید به زبان مادری دیگر را احترام بگذاریم، باید تدریس ما با زبان مادری باشه، باید زبان مادری دیگر را یاد بگیریم که با آنها بتوانیم راحت‌تر ارتباط برقرار کنیم. زبان مادری ما زبان ذهن و قلب ما است. زبان ما از درس فهمیدیم که در محیطی که زندگی میکنیم باید با دوستایی که در اطراف ما هستند زبانش یاد بگیریم تا بهتر با آنها دوستی کنیم. آفرین، ارتباط برقرار کنیم، دوستی ما مستحکم‌تر. آفرین.